نوکر دربارت بمونم تا همیشه یارت بمونم آقا جونم آقا جونم آقا جونم بین من و حرم دیگه مرزی نیست به تو محتاجم ولی این روزا به جز کربلا دیگه ارزی نیست به جز کربلا دیگه ارزی نیست دستامو میگیری بهم میگی کربلا میری میدونم آخر تو این شبها خودتو ویزامو میگیری دستامو میگیری میگی کربلا میری میدونم آخر تو این شبها خودتو ویزامو میگیری حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا مولای الغریب یا ابا عبدالله حسینی باش تا به حشر نگویند چرا پروندت امضا ندارد اگر پرونده امضا ندارد یعنی رضایت نامه از زهرا ندارد سلام و درود خدا به یکایک شما عزیزان و بینندگانی که همواره با ما همراه هستید و در این روزهای ماه صفر المظفر باید بگم در عین غم و قصه‌ای که در این ماه هست ولیکن به جهت حضور علیوار و حیدرگونه زینب کبری در شام و خراب کردن تمام نقشه های دشمن از قدیم الایام این ماه ماه صفر المظفر که یک ظفر و پیروزی برای خانواده امام حسین علیه السلام در اوج مصیبات ایجاد شد امیدوارم هر کجا هستین سلامت و تندرست باشید یک فاصله کوتاه لختی برگردیم با هم گپا گفتگوی بزنیم الحمدلله رب العالمین هرچند ماه صفر در اذهان مردم ماه بسیار حزن‌انگیز و زهرآلوده اینجوری بگم که نهایت مطلب و واقعا هم همینه الان که دو سه روز از شروع این ماه میگذره وقتی تاریخ رو ورق میزنی و تورقی میکنی در کتب میبینی که سخت‌ترین ماه برای آل الله محزون‌ترین ماه و به تعبیری برای امام سجاد و زینب کبری سلام الله علیها
شاید از روز عاشورا هم سخت تر باشه، خاصه در ورود به این ماه و ورود این خانواده در شهر شام و اون فجایع و سختی هایی که پیش آمد و اون جمله پر از تلخی امام سجاد علیه السلام که فرمودن الشام 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 رو در این ماه میبینیم که منجر به شهادت 3 ساله ابا عبدالله الحسین علیه السلام میشه و اون لطماتی که به سر نازنین سید الشهدا علیه السلام میاد. من دارم فقط تیتر میدم چون واقعا بعضی هاش رو نمیشه اینقدر راحت گفت، حالا در قالب روزه و مصیبت جایی داره، ولیکن در کلام همه اینها دلیل بر اینه که ما ناآرام باشیم توی این روزها. هر روز ما سند گریه کردن و یا سیره بر اشک ریختن به شما ارائه میدادم، ولی امروز میخوام بگم تموم اینها به من و شما اجازه میده گریه کنیم و مطابق گریه آمون حجت ابن الحسن خون بباریم. چون فرمود در کدام یک از مصیبت ها شما فرمودید ی ابن الحسن که خون گریه میکنم؟ حضرت فرمودند بر مصیبتی که اگر حسین بود او هم این چنین گریه میکرد، اگر علی اکبر بود، اگر ابوالفضل عباس بود، و آن کدامه؟ فرمود غم اسارت عمه ما زینب کبرا سلام الله علیها. یک جمله در تاریخ داره فکر میکنم توضیح همه دلایل این مطلب رو. کسی که بالای 30-35 سال همسایه دیوار به دیوار امیر مؤمنان علی علیه السلام بوده، میگه من در طول این همه همسایگی، خودمونی دارم تاریخ رو براتون میگم، قد و بالای زینب کبرا رو ندیده بودم. اینقدر این خانواده ناموسش در پرده و در سراپرده حیا بوده. اما بعد از کربلا تاریخ حرفهایی زده که زبان من الکن و دهانم شکسته باد نسبت به مخدرات. فقط همین رو امام زمان اجازه به ما داده، و بعد العزه مذللات، یا اونجایی که حضرت می‌فرماید که موها رو پریشان کردن، خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اگر نبود توی تاریخ من به خودم واقعا اجازه نمیدادم بگم، با اینکه اکراه دارم، ولی چون هر روز یه حرفی زدیم برای گریه کردن، میدونم این خودش بهترین دلیل برای ماست که ما در جلوی انظار باید با آستین ها حجاب میگرفتیم. تو خود حدیث مفصل بخوان، وقتی زن یزید وارد مجلس شد و اون وضعیت رو دید، یزید دشمن به او اعتراض کرد که چرا اینجوری با حجاب ناقص آمدی؟ گفت خدا تو رو در آتش قرار بده که ناموس آل الله این چنین جلوی تو هستن، تو به حجاب ناقص من داری خورده میگیری، من دیگه حرفی ندارم، تو بفهم. و داغ دل امام سجاد کجاست که میفرماید ای کاش مادر مرا نمیزاد. اجازه بدید یه فاصله بدم، حالا هوای دلتون عوض بشه، با مهمان گرانقدرمون همراه. خدا به همتون خیر بده. آرزو میکنم که این روزا که دیگه خیلی ها دارن کوله هاشون رو میبندند و راهی کربلای معلا میشن، شما، همین شما بیننده عزیز، جز اون افراد آدمایی باشید که توی یکی دو روز آینده، خیلی هم طول نکشه که اذیت نشید، این کوله روی دوشت. و حالا همه مد شده تو فضای مجازی بنویسن
الحمدلله منم عازم کربلا. شما این جمله رو در صفحه مجازی خودت بنویسی و از عنایت و کرامت سید الشهدا به همه خبر بدید. کافیه یه دل بیاریم شکسته تو این ایام خریداری میشه و انشالله رقم میخوره. برادر خوبم جناب آقای حمیدی از شاعران خوب و دوستان اهل بیت که بذل محبت کردند و دعوت ما رو پذیرفتن از راه بسیار دور، برنامه روز حسین رو با قدوم خودشون زیباتر کرد. اجازه بدین محضرشون سلام بکنم و وارد گپ و گفتگوی خودمون بشیم. آقا سلام. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. یه حال احوالی با بینندگان داشته باشید. هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترمتون، در خدمت هستم. وقتتن بگم آقا از سیستان و بلوچستان چه خبر؟ این راه دوری که عرض کردم. والا حالا من چند سالی هست که دیگه خیلی ساکن اون منطقه نیستم، ولی یعنی حالا از دوره ورود ما به دانشگاه و فارغ شدن و کار، ولی همچنان دل در گرو خاطرات و الحمدلله خاطرات شیرینی که خیلی بخش اعظمیش همین روزها رقم میخورد. بله. و حالا عزاداری هایی که از بچگی شاید دست پدر رو میگرفتیم میرفتیم و چه بزرگ که میشدیم خودمون با دوستان و اهل رفقای مدرسه و اینها، حال و هوای خودش رو داره و واقعا من وقتی که یادآوری میکنم اونجا رو، بخش اعظمیش یادآوری اون روزهاست. واقعا خاطرات بسیار. اصلی ما گره خورده به سید الشهدا. توی اون سالها که به قول خودتون حالا با پدر بیشتر همراه بودید، البته حالا خیلی هم دور نیستید ها، میگم اون سالها اگر که دوستان بگن، فضای فکری خاصی شما رو به خودش معطوف کرد یا در گذر زمان در فضای شعر قرار گرفتید؟ من تقریبا علاقمندی من به فضای شاعری و شعر، حالا من خودم رو در مقابل اساتید شاعر نمیدونم، ولی حالا مواجهه من با فضای شاعری، مواجهه مثل مواجهه خیلی از بچه ها در دوره بچگی و حالا کودکی در هیئت پای سینه زنی و مداحی ها و نوه هایی که چرک هاش اونجا اصولا میخواهد. بله قطعا. شاید سال ها بعد سامنه زمزمه هایی که توی خلوت با اون حالا الهانی که شنیده بودیم و ترکیب میکردیم توی ذهنمون و میخواستیم که ما هم یک جایی توی این دستگاه داشته باشیم، یک گوشه‌ای ما هم نشسته باشیم و ما هم یه حرفی بزنیم و لبخندی به لب مادر سید الشهدا بیاد. سلام الله. بسیار عالی، خیلی خوبه. شما رو خیلی ها شاید نشناسن، من یه پرده برداری بکنم، ولی اونهایی که با فضای رسانه جمعی و یا حالا فضای مجازی به تعبیر امروزی ها و این دست حرکت ها شاید خیلی مستقیم شما رو نشناسن، ولی که جز فعالان اجتماعی و رسانه‌ای هستید. اهم کار شما در فضای رسانه چیست؟ من واقعیتش حدود 2-3 ساله که حالا تخصصاً در مطالعه و پژوهش دنبال راهی برای درست تبلیغ کردن دین در فضای مجازی و رسانه حالا رفتم و مطالعه کردم، پژوهش کردم. دستی بر آتش دروس علمی هم داری؟ بله، با اساتید حوزه خودم هم سعی کردم، مطالعه کردم، با اساتیدم مشورت کردم و تقریبا هم حرف نوعی نزدم مگر اینکه با اساتید در میون گذاشتم. این چیزی که خیلی ها فراموش میکنن. بله، یعنی حالا در واقع باید رضایت اهل بیت رو شرط دونست، نه اینکه مخاطبمون رو جمع بکنیم. قطعاً. و الحمدلله حالا به نتایجی رسیدیم. رزومه هم فقط سید الشهدا است و واقعا اون دوست چیزی که کماکانم گمنام بمونید. آره دیگه، حالا یعنی این ما نیستیم که میریم بالا، اگر اهل بیت نخوان
چیزی از ما نمیمونه. من شاید حالا خیلی از دوستان میگن آقا مثلا بشناسیم و اینها، من یک رجوع بخوام بدم به پویش چند سال پیش که من نوکر حسینم، بله، حالا به خیلی لطف دوستان شرکت کردن منتشر شد و دوستان لطف کردن، اون حالا توان اندکی بود که ما تونستیم از حالا خرد سوادی که تو فضای مجازی داشتیم بذاریم. اخیراً دیدم که در فضای مجازی برای مادران حضرات معصومین صلوات الله علیهم فعالیتی داری میکنی، خاصه حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها که خیلی مهجور و به نوعی مظلومند در عین بزرگواری مادر امام زمان. توفیقات خاصی برات حاصل شد چه در نشرش چه در ایجاد فضای فکری جدید؟ تقریبا 4 سالی هست که یعنی استارت کارو که زدیم توی فضای حالا حضرت نرجس محتوا و اینکه تحقیق کنیم ببینیم اصلا چی داریم و تقریبا هم افرادی که توی فضا بودن از نظر علمی به ما رو دیگه تقریبا جواب کردن، گفتن که خیلی دنبال چیزی نگرد. ولی جالبیش اینه که من هر چی که رفتم جلوتر، اتفاق جالبی که میافتاد این بود که افرادی با من تماس میگرفتن، اساتید، محققین، و میگفتن که ای ما شنیدیم از فلانی که شما حرکتی داری میزنی. آره من به این محتوا رسیدم، یعنی به جایی رسید که الان حالا این اولین باره که میخوام اینو بگم، بسم الله و گفتم که انشالله حالا داده ها و اطلاعاتی که تو این چند سال جمع کردم رو شاید به رشته تحریر در بیارم، شاید جامع ترین خیلی خوبه مجموعه ای بشه که اطلاعات علمی و تحقیقی در مورد حضرت نرجس هست، چون پراکنده است اینها، تا یه حدی تونستم جمع آوری کنم، شاید حدود 500 صفحه‌ای بشه. بسیار عالی. همینجا توی این حسینیه خودمون و از مردم میخوام که دعاگو باشند ان شاء الله. حضرت حجت قطعا نگاه میکنن حرکتی که برای مادر ایشون میخواین بزنین. چقدر از هنر شعرت استمداد میگیری در این امور؟ بیشتر محققی یا بیشتر فضای شعری رو دخیل میکنی؟ من میگم، من همه جا به حالا دوستان هستم میگم من شاعر نیستم، من معمولا حالم رو با شعر خوب میکنم تا بتونم بهتر خدمت کنم به بسیار اهل بیت. یعنی واقعا یک جاهایی که گره میفته به ذهن آدم اینه که بشینیم و ببینیم که رزق چیه، و یعنی واقعا هم همینه. یعنی حالا دوستان شاعر توانایی اینو دارند که اراده بکنند و در مدح و رسا و تهنیت به اهل بیت حالا شعرهایی رو با موضوعی که میخوان بگم، ولی من اینجوری هم که وقتی میشینم که یک موضوعی رو شعر بگم یه چیز دیگه حواله میشه و تا آخرش هم میرم. خیلی خوب. از جزء آدمایی هستی که منتظر یک عنایت و جوشش خاصی بشه و حالمون رو خوب میکنن اهل بیت با این رزق. خیلی خوبه. خب وارد فضای شعری بشیم، چون یکی از پایه‌های ثابت برنامه ما خواندن اشعار آیینی توسط خود شاعران است که قلم میزنند و شاید این نوع حرکت ما تمجید و تعظیمی باشه از دوستانی که خدمتگزار اهل بیت هستند. تبرکاً از حضرت حجت خلاصه ما رو مهمان بفرمایید تا ببینیم روزیمون به کجا خواهد رسید. این از دست حالا غزل‌هایی است که کاملاً دلی و لا اون برهه‌ای که این به قلمم اومد، حال شاید نامساعدی داشتم و واقعا حالم رو خوب کرد خدا رو شکر، ولی انشاءالله که نگاهشون همواره پشت شما باشه. بسم الله فدای لحظه مرگم اگر به پات بمیرم، به من نگاه کنی من به هر نگات بمیرم، چنان دهان مرا مهر کرده داغ فراقت که تشنه کام کنار شط فرات بمیرم. بیا و زنده کن این قلب مرده را به فدایت، که آرزوی من این است در حیات بمیرم. باریکالله. رکوع حیدریت را ز من دریغ مفرما، رکوع حیدریت راز من دریغ مفرما، بیا به شوق صلاتت، بیا به شوق زکاتت به هر صلات بمیرم.
تمام عمر در اندیشه نگاه تو هم. آه بیا، تمام عمر در اندیشه نگاه تو هم. آه به من نگاه کن آقا، به هر نگات بمیرم. فراق خسته همه آرزوش دیدن رویت، همه هست آرزویم که ببینم از تو روی. چرا فراق؟ الان باید امید توی شعرات دور موج بزنه، ولی چرا تخلص فراق؟ من روزی که میخواستم تخلص انتخاب بکنم، نشستم یه حالا فکری کردم. معمولا حال خوش هست توی تخلص ها، حالا این طرف حرف ما وصاله که معروفه، ولی دیدم چیزی که من حالم رو داره خوب میکنه شعره. از چی حالم بد میشه در نقطه اول؟ از همون دوری، همون آرزوی نگاه کسی که نیست، کسی که نمیبینمش، هست ولی نمیبینمش. و اون فراق واقعا چیزی بود که من رو گره زده بود توی این دنیا، که نرم از این دنیا، میخوام ادامه بدم. فراق خسته همه آرزوش دیدن رویت، بیا ببینم اتانگاه در هوات بمیرم. نه خب مزه دیگه پیدا کردی بیت آخر، من پیش دستی کردم. خدا خیرت بده. تأمل نمی کنم، یعنی خیلی نگه نمی دارم مطلب رو، و با دل فراق کشیده مردم در زیارت امام حسین، می دونم یه کاری داری که تلنگری توشه. اون رو این رو من سال گذشته یه خورده افتاده بود بین دوستان ما که آقا ما یه کاری کردیم که سید الشهدا، آره بعضی راهو بر ما بسته داستان. و من یاد این کلام امام صادق افتادم که فرمود در هیچ حالی روتون از ما بر نگردونه. اون امام هیچ وقت روشو از ما بر نمیگردونه. اون کسی که دهانش بوی شراب میداد روشو برگردوند، حضرت فرمود در هیچ حالی روتون رو بر نگردونه. من فکر میکنم که اونجایی که میفرماد استاد سازگار که نزد کریم فرق ندارند خوب و بد، یعنی این. بله حقا همین، ما خطا میکنیم ولی اون کم این خطا هم سلب توفیق میکنه، ولی اهل بیت اهلی نیستن کریم تر از آره بخوان بگیرن، حرفان که بخوان ببندن. ما خودمون دیوار ایجاد میکنیم خیلی وقتا. این حرف باید درست میشد از همون سال گذشته که ما خطا کردیم، ولی امام حسین راه رو به روی کسی نمیبنده. اصلا امام حسین اومده که در رو باز کنه، کما اینکه حور آمد و حضرت دست انداخت زیر چونش، گفت ارفع رأسک، سرتو بالا بگیر، که در خونه ما سر به زیری معنا نداره. باریکلا، تعبیر خوبی، ببینیم در شعر چه کردی. جز او کسی کرامت بی حد نمی کند، لطف هزار بار مجدد نمی کند. نزد کریم فرق ندارند خوب و بد، بهر کرم به هیچ کسی بد نمی کند. بیشک خدا برای دلم خیر خواسته، بی خود دلی هوای دو گنبد نمی کند. فرمود من اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین و زیارته. هر کس که خدا خیرش رو بخواد در دلش حب زیارت سید الشهدا رو می‌ذاره. بیشک خدا برای دلم خیر خواسته، بی خود دلی هوای دو گنبد نمی کند. آلوده و گنه زده و عاصیم، ولی قطعا مراز درگه خود رد نمی کند. ارباب نوکر بد خود را به ضرب قهر تنبیه می کند که زبان زد نمی کند. آفرین. ارباب نوکر بد خود را به ضرب قهر تنبیه می کند که زبان زد نمی کند. سد طریق کار یزید است و دومی. آفرین. سد طریق کار یزید است و دومی. آقای من که ره به کسی سد نمی کند. از غیر او مروت و مردانگی مخواه، بوجهل مرحمت به محمد نمی کند.
هجر حسین با دل زار فراق او کاری کند که حبس محبت نمی کند. خیلی خوب. دنیای معارفته و این هنره که دنیایی از حرفها رو در چند سطر به من و شما هم متذکر بشه و هم بخواند. انشالله بفهمیم کجای داستان ایستادیم به قول قدیمی ها و این فهمیدنه ما رو جلو میبره. آقا یه دونه دیگه ما رو مهمون کنید، مهمان بعدیمون رو به برنامه دعوت میکنیم همیشه توی این تایمی که داریم. باید انتها ابتدا امیرالمومنین باشه. من اینو این غزل رو امسال شب 8 محرم گفتم. به به و به به. یعنی علی جاری در تاریخ به نظر من علی همیشه جاری در تاریخ بوده سلام الله علیه. بی صبرانه میشه نه صلی الله علیک یا امیرالمومنین. بر گلستان جنت رضوان بهار علی است، هیبت علی، وقار علی و نگار علی است. با او تمام ختم به خیر است خلقتش، با او تمام ختم به خیر است خلقتش، آسودگی خاطر پروردگار علی است. آن هم نشین، آن هم نشین کودک و آن یاور فقیر، کوبود شیر شرزه هر کارزار علی است. آن را که بر عدالت او دشمنش مغر، آن را که بر عدالت او دشمنش مغر، او را که قلب ماست به عشقش دوچار علی است. آن خطبه خوان خوش سخن خوش صدا که داشت، در حلق شقشقیه و در چشم خار علی است. دست زمانه زخم سرش را نمک زده است، او را که کشته از حسدش روزگار علی است. چون شیر زیستن زمواری سهیدر است، او را که نام اوست به اندوه یار علی است. در کربلا ز نام علی خون چکید باز، وا ویلتا. اول شهید تشنه لب این تبار علی است. آفرین. دی یک علی به عرصه پیکار پانه ها. حالا ببین که در دل صحرا هزار علی است. باریکالله صلی الله علیک یا علی الاکبر. سلام بر اون علی که اولین کشته از سلیل بنی هاشم بود، از خیر بنی هاشم بود. خیلی عالی بود واقعا. حال شعر حال آدم رو تغییر میده. خدا خیرت بده. ممنونم از لطفت و گپی که با هم داشتیم، بسیار شیرین و دوست داشتنی بود. ولی اجازه بدید با یک فاصله شما رو بدرقه کنم به مهمان دیگری رو در جمع بپذیرم. کماکان با ما همراه باشید. من جناب آقای حمیدی عزیزمون رو بدرقه میکنم و با شما دوباره با مهمان دیگری همراهی خواهم کرد. و صلی الله علی الباکین علی الحسین. یک بار دیگه سلام و تسلیت و امیدوارم که تا اینجای برنامه روز حسین برای شما لذت بخش بوده. در این لحظه میخواییم که دلهامون رو معطوف بکنیم و سوار بر امواج صوت تا کربلای معلا پر بدیم و به عشق سید الشهدا علیه السلام از چشمانمون اشکی ببارانیم که بانیه نصرت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف باشه. امیدوارم گریه ما
مایه شادمانی و لبخند صدیقه طاهره باشه که فرمود سلام من رو به گریه کنان حسینم برسانید. از خداوند منان بهترین ها رو برای شما مسئلت داریم. در این لحظه میهمان عزیز سید بزرگوار جناب آقای اعتمادیان میهمان برنامه ما هستند و انشاءالله با نفسشون دلهامون کربلایی میشه. اجازه بدید بهشون سلام عرض ارادتی داشته باشم. سید جان سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بنده هم خدمت شما مجری لایق سلامت باشید، توانمند و همچنین خدمت تمام بینندگان عزیزی که الان دلشون در صحن و سرای سید الشهدا هست و خیلی هم شوق اینو دارن و مشتاق این هستن که روز اربعین حسینی کنار ذریع چشمگوشه امام حسین باشه. سلام و عرض ادب و احترام دارم. خدا خیرتون بده و ممنون دعوت ما رو پذیرفتید باش. الان همراه هستیم با ما. چه خبر آقا جان؟ شما خوب بوده ماه محرم براتون نوکری ها؟ خدا رو شکر الحمدلله، همین که زنده هستیم و تحت لوای اربابی کفن اون سید الشهدا هستیم، همین خودش نعمتی است. خدا رو شکر. خیلی اذیتتون نکنیم، دلهای عاشق مردم رو هم خیلی به انتظار نگذاریم. همه دوست دارن که در این روز حسین که فرمود امام رضا ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا و اذل عزیزنا، اونها بگریند و انشاءالله راه ورود و ظهور حضرت رو با اشکای چشمشون آپاشی بکنند. در خدمت شما هستیم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم، السلام علیک یا ابا عبدالله، سرت اگرچه در آن روز رفت بر سر نی، سرت اگرچه در آن روز رفت بر سر نی، نخورد دشمنت اما جویز گندم ری، سرت اگرچه در آن روز رفت بر سر لی، نخورد دشمنت اما جویز گندم ری، سری که بود دمادم به روی دوش نبی، سری که بر سر نی شد به جرم حق طلبی، یا ابا عبدالله، سرت شریف ترین سجدگاه باران است، سرت شریف ترین سجدگاه باران است. تشبیه کرده، منظور چی باران یعنی چی؟ آخه انقدر به این سر با سنگ زدن. سرت شریف در این سجدگاه بارانت، سرت امانت سنگین روزگاران است، سرت امانت سنگین روزگاران است. منم مسافر بیزاد و برگ و بی توشه، سلام من به تو ای قبلگاه شش گوشه، سلام وارث آدم
بگم سلام وارث نور، سلام ماه درخشان آسمان و تنور، سلام تشنه لب کشته میان درود، سلام خیمه جانت اسیر آتش و دود، سلام ما به تو ای پادشاه درویشان، چه می کنن ببین با تو این کجندیشان، تو آبروی شرف یا ابا عبدالله، تو آبروی شرف آبروی مرگ شدی، کتاب وحی تو بودی و برگ برگ شدی، تو در عراقی و رو کرده ای به سمت حجاز، تو در عراقی و رو کرده ای به سوی حجاز، میان معرکم ایستاده ای به نماز، بخوان که دل به نوایی دگر نمی بندم، که خورده تیر قمت بر دوازده بندم، چه با مرام چه با مرام شما کرده ان بی دینان، هزار بار تو را سر بریدن اینان، چه سود دل به قمت دادن و زبانم لال، حسین گفتن و آتش زدن به بیت المال، چه سود دل به قمت دادن و زبانم لال، حسین گفتن و آتش زدن به بیت المال، حسین کوفی پیمان شکن نمیخواهد، حسین سینه زن راه زن نمیخواهد، بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است که مرگ سرخ به از زندگی نلگیل است، شبی رسید زره شب نگو بگو سالی، کم کم وارد روزه بشم، ایام ایام اسارت عمه جان عقیله بنی هاشم، ایام ایامیه که باید دستتو مش کنی به سینت بزنی و بگی آخ امان از دل زینب، چه خون شد دل زینب، باید برا اون مصیبتی عشق بریزی و ناله بزنی که مهدی فاطمه اروانا لالفدا فرمود برای این مصیبت صبح و شام گریه میکنم، اینقدر گریه میکنم که از چشمانم خون جاری بشه، این مصیبت خیلی برای ما سخته، کدوم مصیبت، شبی رسید زره شب نگو بگو سالی، ببین زخاجه رندان گرفتم فالی، نماز شام قریبان چو گریه آغازم، به مویه های قریبانه قصه پردازم، سلام کوه غم و کوه صبر و کوه بلا، چیو دارم میگم، سلام کوه غم و کوه صبر و کوه بلا، سلام حنجره بی بدیل کرب و بلا، تو با مرام حسینی
میان کوفه و شام بنای زلف فرو ریختی به تیغ کلام. بگو به ما که بگوشد مگر چه خواند حسین، بگو مگر ز لبانش چه در فشان حسین. بگو که گفت من این راه را به سر رفتم. بگو که گفت من این راه را به سر رفتم، به پای بوسی این راه پرخطر رفتم. تو هم به پای برو، ما نگاه من که یکیز، مرام من که یکی، رسم و راه من که یکیز. بگو که گفت حالا نور چشم من زینب، بگو که گفت حالا نور چشم من زینب. بخوان به نام گل سرخ در سحاری شب، بخوان که دود شود دودمان دشمن تو، بنای جور بلرزد ز خود بخاندن تو. بمیرم برات عمه جان، همه بینندگان عزیزی که صدای منو میشنون، همه بینندگان عزیزی که دارن برا قربت و اسیری عقیله بنی هاشم ناله میزنن و گریه میکنن، هر کسی حاجت داره ببینمت که اسیر حرامیان باشیم، ببینم که اسیر حرامیان باشی، اسیر فتنه و نیرنگ شامیان باشی. آخ امان از دل زینب. صدا زد برادر تو کی از من دور بودی، تو همیشه کنار من بودی، سرت روی نی مقابل محمل من بود. آی آجای حسن، یه چیزی من شنیدم، یه مطلبی رو خوندم، سید جان قلبم کباب جانده، گاه و بیگاه به این سر روی نی سنگ می زدن، بعضی از این سنگا خطا می رفت به عمه جانمون می خواد. ببینمت که اسیر حرامیان باشی، اسیر فتنه و نیرنگ شامیان باشی، که در عشیره ما، که در عشیره ما عشق ارث اجدادیست، که در عشیره ما عشق ارث اجدادیست، اسارت است که سنگ بنای آزادی است. سلام ما به اسارت، سلام ما به دمشق، سلام ما به پیام آور قبیله اش. ببین نشسته به خون مقتل لهوفی ما، گرفته رنگ فقان نامه های کوفی ما. سرت اگر چه در آن روز رفت بر سر نی، نخورد دشمنت اما جویز گندم ری، یک جا بهله به
عمرت خیلی سخت گذشت، بی خود نبود. جد ما امام سجاد فرمودن سخت‌ترین لحظه برای ما اهل بیت اون موقعی بود ما رو وارد شام کردن. سید جان تو شام به این خاندان نیرنگ زدن، مکر و حیله زدن، حیله شون از حیله کربلا سنگین‌تر بود. شاید خیلی از بینندگان سوال کنند چطور آخر این خاندان و این کاروان پررنج خاطر رو در بند اسارت آوردن تو مجلس یزید، هیچ خبری هم بهشون نداده بودن. کیا داغ دیدن؟ کجای عالم با یه خاندان داغ دیده این کارو میکنن؟ تا وارد مجلس یزید شدن، تا اون روپوشو کنار زدن، دیدن سر بریده ارباب و وارد مجلس یزید کردن. خدا فقط میداند چی به ام جانمون زینب کبرا گذشت. بمیرم برات بی خود که نمیگن، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. همین جا بود یه مرتبه یه نانجیب مقابل چشمان ابی عبدالله اشاره کرد به دختر ابی عبدالله، یه عبارتی از مهدی فاطمه آقا جانم معذرت خواهی میکنم، از ولی نعمتمون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها معذرت خواهی میکنم، چون روز و ایام ایام روزه است. یه اشاره کرد گفت بعد علی حاضر الجاریه، یعنی دختر رو به کنیزی ببرید. یه مرتبه عمه جانمون زینب کبرا سلام الله علیها تو مجلس یزید یه مرتبه از جا بلند شد، صدا زد برادر یه حرفی بزن، یه چیزی بگو وگرنه ما رو به کنیزی میبرن. یه مرتبه دیدن سر بریده، همینطور که از گوشه چشم ابی عبدالله اشک جاری میشد، یه مرتبه دیدن سر بریده داره قرآن میخونه. یه نانجیب گفت امیر حسین رو آرام کنید وگرنه تو مجلس یزید قوقا به پا شد، هیاهو به پا شد، تمام نقشای یزید یا نقش براب شد. نانجیب چوبو برداشت، یا ابا عبدالله اینقدر به لب و دندان اربابم زد، دندان اربابم شکست، خون جاری شد، خون دندان به معاصن ابی عبدالله خضاب شد. صدا زد مزن ظالم، حسین مادر ندارد، مزن ظالم، حسین مادر ندارد، مزن ظالم، کسی بر سر ندارد، مزن چوب جفا، مزن چوب جفا، ای بی مروت دگر انگشت و انگشتت، جمع کنم روزم و بزنم وسط قلبت. کلن تو این مسیر از کربلا و کوفه و شام چند جا محاسن ابی عبدالله به چند خون خضاب شد. تو مجلس یزید وقتی با چوب زد دندان ابی عبدالله شکست، این خون دندان به محاسن خضاب شد. کجا نشستن اهل روزه بینندگان عزیز؟
اهل محافل و مجالس و روزه، شما بهتر میتونید با روزه من ارتباط قلبی برقرار کنید. یا صاحب زمان، یک جا اینجا بود محاسن ابی عبدالله به خون خضاب شد، اما من یه جا دیگم سراغ دارم. من نمیگم تو مقتل لحوف سید ابن طاووس نوشته شده. یه چند لحظه با زلجنا ایستاد یه نفسی تازه کنه، به قول خودمون یه استراحتی کنه تو بهبه یه جنگ، یه نانجیب یه سنگی برداشت به پیشانی ابی عبدالله زد. سید جان، اربابمون حسین تو بهبه دستمال از کجا پیدا کنه؟ پیراهن عربی رو بالا زد. تا الان من روزه خون بودم، ولی از اینجا به بعد شما باید روزه خون بشید. نزل جنا دگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت. حواز باد مخالف چون نیلگون گردید، آخ بمیرم عزیز فاطمه از از ناله بزن بگویا حسین. این زمزمه رم تقدیم میکنم برای همه اونایی که دلشون میخواست روز اربعین کنار زری شش گوشه سید و شهدا باشن. به تو عادت کردم، زندگی مخرج روزت کردم. به تو عادت کردم، زندگیمو خرج روزت کردم. بس که خیر دیدم از این روزه حسین، بمیرم برات قریب مادر. بس که خیر دیدم از این روزه حسین، همه رو به روزه دعوت کردم، همه رو به روزه دعوت کردم. حالا حرف دل چیه؟ آقا دلم برای کربلا تنگه، آقا دلم برای کربلا تنگه، واسه دم پایل پا تنگه، برای او صحن و سرا تنگه، تنگه. به شما محتاجم، به همین نفس زدن تو روزه ها محتاجم. حرف دل تک تک شما دل شکسته هاست، مخصوصا همه اونایی که تالا کربلا نرفتن، تالا صحن و سرای اربابشون رو ندیدن. به شما محتاجم، به همین نفس زدن تو روزه ها محتاجم. بده در راه خدا، من به خدا محتاجم. حالا تو اینقدر میگی محتاجم، به چی محتاجی؟ به هوای حرم کرب و بلا محتاجم. به شما محتاجم، به همین نفس زدن تو روزه ها محتاجم. بده در راه خدا، من به خدا محتاجم. به هوای حرم کرب و بلا محتاجم، به غمت محتاجم. من گدام و آقا جون به کرمت محتاجم. من مثل یه مردم که به دمت محتاجم. شب جمعه خیلی من به حرمت محتاجم. من از جوونی به پیری رسیدم، من از جوونی به پیری رسیدم. ولی هنوز کربلا تو ندیدم، من از جوونی به پیری رسیدم. ولی هنوز
هنوز کربلا تو ندیدم، امام رضا حالم بد من بریدم، خدمه روزه منو از همه بینندگان عزیز التماس دعا دارم. امام رضا حالم بد من بریدم. حالا هر کی کربلا میخواد پنجره فولاد رضا برات کربلا میده، پنجره فولاد رضا قلب منو جلا میده، هر کی میره به کربلا از حرم رضا میره. طيب الله انفسك خدا خیرتون بده. الحمدلله رب العالمین. ان شاء الله امام رضا یه نگاه پر خیر و محبت میکنه. آقای زامن آهویی که اون سالها که راه باز شده بود فرموده بودن از بس مردم التماس کردند و دست به دامن ما شدن، ما راه رو باز کردیم. عرضه میدارم یا علی ابن موسر رضا، دوباره کار ما به التماس افتاده، کار عاشق به تماشا کشیده است. آقا جان یه نگاهی کن دوباره راه بسته شده کربلا با این اوضاع اخباری که شما قطعا آگاه تر و واردتر از ما هستید، این راه بسته شده دوباره بر روی ما باز بفرما. ممنونم جناب آقای اعتمادیان، خدا بهتون سلامتی و طول عمر با عزت بده، سالیان سال نوکری آستان اهل بیت رو بکنه. سلامت باشیم. دستاتون رو بلند کنین در این روز عزیز و این لحظه و برای فرج کسی دعا کنین که همه عالم به او محتاجه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. خدای موانع ظهور حضرتش برطرف بفرما، این قلیل عشق و ارادت و توسل ما به کرمت قبول بفرما. خدای هر کی هر حاجتی داره و به نوعی به برنامه به عواملش به دوستان و خواننده ها و ذاکرین و جالسین التماس دعا گفته، خدای حاجت رواش بفرما. تا یک سلام دیگه و عرض ارادت دیگه و گریستن در روز حسین، همه شما رو به خداوند منان می سپارم. یا علی مدد. آفر. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكنه وربك الطوم وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.